تلاش سازمان همکاری اسلامی برای جلب همکاری‌های توسعه‌ای و انکشافی ژاپن به افغانستان. طارق علی بخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان به ژاپن رفته و در مورد همکاری‌های مشترک اقتصادی و توسعه‌ای این سازمان و ژاپن به افغانستان گفتگو کرده است. جمال الساعاتی مسئول صندوق امانت بشردوستانه سازمان همکاری اسلامی نیز علی بخیت را در این سفر 4 روزه که دیروز پایان یافت همراهی می‌کرد. 9 میلیارد تا الان سازمان ملل توزیع کرده، بجز از فقر دیگه چیز نورده. با او خاطر اگر بتواند سازمان کنفرانس اسلامی که خدمت بنیادی برای افغانستان بکنه، مثل کشور ژاپن دعوت بکنه یک کارخانه معیاری از اینجا ایجاد بکنه، چون نیروی کار در افغانستان خیلی ارزان است. یک نیروی کار از افغانستان مثل که از بنگلادش و هند و چین یا استفاده میکنن، برن در افغانستان نیروی کاری ارزان یک کارخانه بزرگ ایجاد بکنن و اینجا هم اشتغال ایجاد شد و از طریق افغانستان به جای دنیا صادرات خودشان. در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی آمده است که دو طرف توافق کردند راه‌های حل برای عملی کردن پروژه‌های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان جستجو کنند. هدف اصلی این گفتگوها ایجاد یک نقشه راه مشترک برای عملی کردن پروژه‌های اقتصادی در افغانستان بوده است. گسترش کمک‌های بشری و توسعه پروژه‌های اقتصادی در افغانستان، فعالیت مؤسسه‌های ژاپنی در افغانستان، دریافت راه‌های حل برای عملی کردن پروژه‌های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان، جستجوی راه‌های حل قابل قبول برای حل و فصل برخی از مسائل سیاسی و حقوق بشری بحث برانگیز و نیز زمینه‌سازی بیشتر برای همکاری مشترک در تبانی با ملل متحد، محور بحث گفتگوهای دو طرف بوده است. امارات اسلامی کمک‌های توسعه‌ای و انکشافی را برای حل بحران بشری در افغانستان مهم می‌داند و تأکید می‌کند از هر اقدامی که بر مبنای آن روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با جهان تقویت شود استقبال می‌کند. اگر نقش آنها گسترش پیدا بکنه و همکاری و مساعدت‌های آنها به مردم افغانستان تقویت شود، یک نقطه مثبت است و ما خوانی از این هستیم که بدون در نظر داشت مسائل سیاسی، روند کمک های انکشافی و امداد رسان به گونه عادی و نرمال ادامه پیدا بکنه. اخیراً صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواست کمک های توسعه‌ای و انکشافی را از بحر جلوگیری از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان اثر بگیرند. پیش از این مارتین گریفز، همان کننده کمک های بشری سازمان ملل، توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان و مارکوس پودزل، معاون سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، نیز یگانه راه کاهش بحران بشری در افغانستان را آغاز کمک های توسعه و انکشافی برای بهبود اقتصاد افغانستان عنوان کردند.